سخن هفته. هموطنان گرامی سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است و مسئولیت دارم که با تقدیم برنامه جدید تاریخ و سیاست افغانستان دیروز، امروز و فردا باز هم در خدمت شما از طریق رادیو تلویزیون وزین وطن قرار دارم. تشکر از این که با ما هستین و وقت گرانبهایتان به شنیدن این برنامه تخصیص دادین. خواهش میست که سوالای خود را یادداشت کنین، در خلال سخنرانی در فیسبوک به صورت کامنت نوشته کنین تا بعداً به پاسخ از او پرداخته شد. برنامه امروز ما راجع به طالبان است. افغانستان امروز تحت حاکمیت دوم طالبان. ما 7 ماه از اشغال کابل و ارگ ریاست جمهوری توسط نیروهای طالبان میگذره و 7 ماه است که ما حاکمیت جدید طالبان را یا دوباره طالبان را بر افغانستان تجربه میکنیم. در این برنامه ما میخواهیم راجع به این صحبت کنیم و صحبت کنیم که این 7 ماه حکومت طالبان چی تجربه به دست ما داده، چی دستاوردهایی داشته، اوضاع کشور چه قسم بوده، سیاست های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طالبان در 7 ماه گذشته چگونه بوده، شیوه حکومتداری طالبان و ارگان های قدرت امارت اسلامی طالبان کدام ها هستند، اساسات تفکر طالبانی در قسمت ملاحظه می کنیم. همچنان طالبان موضوع کسب مشروعیت ملی و بین المللی موضوع حاد دیگه است که باید به بررسی گرفته شود. ما در این مورد صحبت خواد کردیم و در اخیر آینده افغانستان زیر حاکمیت طالبان مورد بررسی قرار میگیره. هموطنان بسیار گرامی، همه ما میدانیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت قبلی بعد از 20 سال در قدرت به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و نیروهای طالبان، جنگجویان طالبان ارگ ریاست جمهوری و شهر کابل اشغال کردند و بعد این صورت دولت جمهوری اسلامی سقوط کرد و دور دوم امارت اسلامی طالبان آغاز کرد. 7 ماه بعد از این حادثه آله بر همه مشهود است که برخلاف شایعات مخالفین اشرف غنی، برخلاف شایعات مخالفین دولت گذشته، این سقوط نتیجه معامله این شخص یا او شخص نبوده، نتیجه یک معامله پلان شده شخص یا گروهی در دولت نبوده، بلکه این سقوط نتیجه فروپاشی سیستماتیک نظام بوده که عوامل مختلف سبب او شده. این عوامل کدام ها بودن؟ این عوامل ما از چند جهت میتونیم ملاحظه کنیم. امضای توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان بدون شرکت دولت جمهوری اسلامی افغانستان، موجودیت تعهد امریکا برای سپردن
دولت آینده بر رهبری طالبان، یعنی دولت اسلامی جدیدی که در این توافقنامه ذکر شده، مشروعیت زدایی از دولت جمهوری اسلامی به این صورت، یعنی با توافق با مذاکرات دوحه بین امریکا و طالبان و بالاخره که منتج به این توافقنامه شد، در حقیقت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست اشرف غنی، به ریاست جمهوری اشرف غنی مشروعیت زدایی شد در سطح جهانی. ختم حمایت هوایی قوای امریکایی و ناتو در ظرف یک سال بعد از اینکه امریکایی های توافقنامه را با طالبان امضا کردند، یکی دیگه از عوامل سقوط نیروهای دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد تقلیل قابل ملاحظه ظرفیت دفاعی اردوی افغانستان با خروج قراردادی های خارجی، 15,000 قراردادی خارجی که وظیفه حمایت لوجستیکی را به عهده داشتن، عامل دیگه است. از میان رفتن انگیزه های سیاسی و اخلاقی و سقوط مورال افسران و افراد نیروهای مسلح افغانستان با در نظر گرفتن توافقنامه امریکا با طالبان و نادیده گرفتن دولت افغانستان، یک انگیزه مهم دیگه است که در اینجا وجود دارد. انجام معاملات انفرادی بین افسرهای اردو و همچنان چهره های سیاسی جهادی در دولت با طالبان در این مدت یک سال بعد از توافقنامه دوحه از عامل دیگه سقوط دولت جمهوری اسلامی است. و در اخیر اگر بگویم که عدم علاقمندی طالبان بر انجام مذاکرات صلح و رسیدن به یک توافق سیاسی در مذاکرات به اصطلاح بین الافغانی در دوحه عامل دیگه است که سبب سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان کردید. اگر اشرف غنی در کابل باقی میماند یا نمیماند هیچ تأثیر بالای سقوط دولت نمیکرد. حتی یک روز اضافه موندن اشرف غنی سبب یک روز تمدید حیات دولت جمهوری اسلامی نمیشد. به تایید وزیر دفاع وقت بسم الله محمدی قابلیت دفاعی از بین رفته بود، حتی قابلیت دفاعی خیزش های مردمی از بین رفته بود. به گفته از او حتی در پنجشیر قابلیت مقاومت موجود نبود. بنابراین این که بعضی ها میگن که اشرف غنی فرار کرد و این سبب سقوط دولت شد، این فقط یا ایست که از روزی غرض است به خاطر بدنام کردن اشرف غنی، به خاطر بدنام کردن دولت است، و یا از روی از ایست که از حوادث ناآگاه است، از شرایط ناآگاه است. خب خلاصه این دولت سقوط کرد و طالبا روی کار شدن. 7 ماه است که طالبا در قدرت هستند. اوضاع افغانستان در 7 ماه چگونه بوده؟ در 7 ماه گذشته اوضاع اقتصادی افغانستان رو به وخامت بسیار عظیم نهاد. میلیون ها نفری که از شهر، از دهات و شهرها در اطراف اکناف افغانستان به جا شده بودن و شهرهای بزرگ آمدن، به خصوص به کابل. این به جا شده ها معذری عظیمی برای دولت طالب ها در اول بود، در اوائل بود. موضوع اسکان از یا موضوع تغذیه از یا موضوع خدمات سی در پهلوی موجودیت
ویروس کرونا. بعد همزمان با این سقوط پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به دلیل از بین رفتن پشتوانه های پولی افغانستان، منجمد شدن پشتوانه های پولی افغانستان بانک در بانک های امریکایی و اروپایی، همچنان منجمد شدن کمک های بانک بین المللی که از طریق صندوق قوایچی جهانی یا IMF برای افغانستان تخصیص داده شده بود، 1.5 میلیارد دلار. این منجمد شدن این پول ها و منجمد شدن پول های 9 میلیارد دلار در افغانستان بانک، ذخایر اسعاری در افغانستان بانک در بانک مرکزی، سبب از این شد که در بانک های افغانستان سیالت پولی کم شود، موجود پول کم شود. در عین زمان بسته شدن بندرهای تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و با مسدود شدن و غیر فعال شدن بانک های افغانستان، صادرات افغانستان سقوط کرد، همچنان واردات و صادرات سقوط کرد. تاجر افغانی دیگه به پول دسترسی نداشت، به لیتر اف کردیت ها دسترسی نداشت، به بانک های خارجی نمیتونست تماس بگیره، نمیتونست مواد بخره، نمیتونست مواد بفروشه. این مشکلات همه دست به هم دادن. همچنان در داخل افغانستان با سقوط دولت گذشته و ایجاد دولت طالبان و وضع مقررات سخت برای زنان در امور کار در خارج از خانه و اجازه ندادن زنان برای کار در مؤسسات، ادارات، فابریک ها، شرکت ها از طرف طالبان، سبب این شد که مؤسسات تولیدی فعالیت باز بانند، مؤسسات تجارتی فعالیتشون کم شود، دادستت کم شود. یا همه دست به هم دادن و اقتصاد افغانستان رو به سقوط کرد و میلیون ها نفر افغان در حالت فقر قرار گرفتن. در این زمان معاشات مامورین دولت بسته شد، قطع شد. برای چندین ماه کارمندای دولت معاش نگرفتن. این تمام مشکلات سر بسر شد و نتیجه از او فروپاشی اقتصاد افغانستان و نزول سطح زندگی در افغانستان و ایجاد فقر دست جمعی. با این شرایط بد اقتصادی، صرف زنده ماندن و تأمین اعاشه و اباطه فامیل و مسائل دیگه مثل حقوق اساسی مردم، سیستم حکومتداری طالبا، ختم جنگ و مسائل دیگه، همه به درجات دوم و سوم و چهارم اهمیت قرار گرفت. مردم در مبارزه حیات و ممات قرار گرفتن، در مبارزه زندگی گرفتن، مسائل دیگه برشان اهمیت نده. و در عین زمان با وجود این مشکلات، طرز تفکر رهبری طالبان که تمامی عوامل ناشی از معیشت خداوندی میدانست و رفع زور هم وابسته به مرحمت خالق یکتا میدانست و خود مبرا از هر گونه مسئولیت در مقابل این شرایط قرار میداد. خب با این شرایط حکومت طالبان در 7 ماه گذشته به حاکمیت خود ادامه داده. سیاست های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طالبان در طول 20 سال مبارزه طالبان با دولت گذشته و قوای امریکایی، ما هیچ اعلامی از طرف طالبان در مورد خط مشی جنبش از او
نخوندیم. هیچ اعلامی منتشر نشده که نشان بده یا چی میخواین. بجز این که ما حکومت اسلامی مطلق میخواییم و حکومت شرعیت میخواییم. نه کدام مانیفیست صرف زیان شده، نه کدام مساعدی قانون اساسی را تهیه کردن، نه کدام ختمش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره. و حالا که 7 ماه از حاکمیت طالبان میگذره، بازم ما هیچ سندی در دسترس نداریم که نشان بده طالبان در زمینه‌های مختلف حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور، قانونگذاری کشور چی میخواین و چی برنامه‌ای را میخواین تطبیق کنند. ما از سخنگوی طالبا ذبیح الله مجاهد میشنیدیم که گفته که ما شریعت تطبیق میکنیم و گفته که هر چی که مطابقت با شریعت باشه مجاز است و هر چی که مطابقت با شریعت نداشته باشه به او اجازه داده نمیشه. و فراموش نکنیم که اینجا شریعت هم تفسیر و تعبیر از شریعت هم بر اساس برداشت خود طالبان از شریعت و علمای دین همه به یکی عقیده هستن که در طول تاریخ اسلام برداشت از شریعت بین علمای مختلف دینی متفاوت بوده. به می خاطر ما در کشورهای مختلف مذاهب مختلف داریم. مذهب حنفی که در افغانستان حکم فرماست و در همسایه های زو، شافعی که در ایران حکم فرماست، مذهب مالکی که در عربستان است، مذهب دیگه که در کشور المغرب بنام حنبلیات میشه. همه شریعت از دیدگاه خود تفسیر میکنه. حداقل ما 4 منبع مختلف شرعی تفسیر شریعت داره. حالا در بین خود علمای حنفی باز هم برداشت از شریعت یکسان نیست. البته ما میفهمیم که شریعت شامل 3 عنصر است: قرآن مجید، احکام قرآن مجید، سنت یا رفتار و کردار و اعمال حضرت محمد در عربستان و احادیثی که از حضرت محمد نقل شده. این حادیث به هزاران حدیث فعلا وجود داره. اشخاص مختلفی را نقل قول کردن. بسیاری این حادیث معلوم شده که ساختگی و درست نبوده، بخصوص این که بسیاری از این حادیث گفته میشه بعد از 3 قرن 4 قرن نوشته شدن و نشر شدن و نقل قول شدن، یعنی بعد از گذشتن 300 سال 400 سال از وفات حضرت محمد کسایی پیدا شده که این حادیث نقل قول کردن. به این خاطر این که طالبان میگه بر اساس شریعت، این خودش مشخص نیست که تفسیر کدام تفسیر از شریعت مد نظر دارن طالبان. اما به هر صورت سیاست طالبان متکی به این است که ما احکام شریعت اسلام تطبیق میکنیم در تمام زمینه ها. ذبیح الله مجاهد گفت که همه افغان ها باید در چارچوب اسلام زندگی کنند، یعنی به اساس تفکر طالبانی افراد، مردم افغانستان حق ندارند که حریم شخصی و خصوصی داشته باشند. همه چیز باید مطابق با امو احکام شریعت باشد که طالبان او را قبول دارند. در اینجا موضوع عقلانیت از مسائل امروزی در نظر گرفته نمیشه و صرف برداشت تحت لفظی از گفته ها و احادیث و احکام و کرده ها و اعمال مورد نظر است. جنبش سلفی همیره میگه،
یعنی همه چیز باید مطابق به اعمال کردار و گفته های صدر اسلام و یا سلف اسلاف اسلام باشه. طالبا برخلاف انتظار مردم که بسیاری ها انتظار داشتن، طالبای سال 2021 و 2022 متفاوت از طالبای سال 2001 باشن، در عمل ثابت کردن که تفاوتی از طالبای 20 سال قبل نداره. از لحاظ فکری هیچ تغییری نکرد. تمام اقدامات طالبا در 7 ماه گذشته متوجه تجرید زنا و دخترای افغانستان در جامعه. زنا اول از حق مسافرت به تنهایی محروم شدن، باید محرم هم رایشان باشد. زنا از رفتن به حمام محروم شدن، زنا از رفتن به مکاتب لیسه ها و دوره های ثانوی محروم شدن، زنا و دخترها از رفتن به پوانتونا محروم شدن، زنا و دخترها از رفتن به سر کارهای خود در خارج از خانه محروم شدن، زنا محکوم شدن تا حجاب مطابق آنچه که طالبان میخوان مراعات کنن، سر روی خود طبق که طالبان میگن بپوشانن، حتی رنگ لباسشان با طالبان تعیین کنن. یعنی تمام مشکلات طالبان موضوع زن در جامعه هست. تو معلوم میشه که دیگه موضوع دیگه وجود نداره بر طالبان با جز معضله زن. یکی از رهبرهای طالبان در قندهار یک روز اعلان کرد که من امروز تمام شهر قندهار گشتم، هیچ زن از شهر قندهار ندیدم. با خوشحالی میگفت ندیدم به جز یک چند تا گداره. این با کمال افتخار اعلان میکرد که او قادر شدن زنها را از شهر خارج کنن، تجرید کنن و در خانهاشون بشن. یعنی در حقیقت طالبان میکوشن اپارتاید جنسی را در افغانستان تطبیق کنن، جدایی جنس مرد و زن تطبیق کنن. وزیر تعلیمات عالی طالبان میگه که باید بین زنها و مردها پرده زده شود در پانتونا. اگر در دو صنف جدا اول دست باید بخونن، اگر امکان دستش نباشه و استاد نباشه باید در داخل سن پرده زده شود، دخترها یک طرف بچه ها دیگه طرف. حتی میگن که باید در وقت رخصتی دخترها و پسرها جدا باشه. دخترها باید 5 دقیقه یا 10 دقیقه قبل از بچه ها رخصت شوند و بعد از پسرها. حتی گفته میشه که اگر امکان داشته باشه ای در اوقات مختلف درس بخونه. حتی در ادارات گفته میشه که باید این تجرید جنسی اجرا شود. اختلاط زن و مرد به اساس تفکر طالبانی اجازه نداره، حرام است. خب ما در این 7 ماه خلاصه اگر ببینیم دستاوردهای طالبان چی بوده؟ کنار زدن قانون اساسی افغانستان، کنار زدن دیگه قوانین در افغانستان، تمام قوانین مربوط به قانون اساسی است. اگر شما قانون اساسی را در نظر نمیگیریم، تمام قوانین دیگه پایه های خود از دست میدن. انفاذ شرایط اسلامی طبق تفسیر طالبانی که قسمی گفتم، ختم جنگ و اضمحلال اردو، امنیت ملی و پلیس، خانه نشین ساختن زنا، محدود کردن حق تحصیل اوناست زنا، محدود کردن کار، امکانات کار برای زنها و دخترها، ممنوع کردن زنان از رفتن به حمام، محدود کردن سفر زنها و دخترها بدون محرم، محروم کردن اوناس یا زنها از سوار شدن بالای تاکسی به صورت بدون محرم، محروم کردن زنها از لباس پوشیدن طبق دلخواهشان، حجاب اجباری برای زنها. به تازگی طالب ها اعلام کردن که مرد ها باید ریش ببانند و یک مثلا قبضه ریش داشته باشند و لنگی بپوشند، کلاه سر کنند. من تشکیل احزاب
جمعیت ها، سازمان ها اجازه ندادن به فعالیت سازمان ها، اجتماعات و حزب. سلب کردن آزادی های مدنی، منع یا حرام قرار دادن موسیقی، حتی گفتن شما موسیقی رو نمیتونین بشنوین، حرام است میگن موسیقی شما شنیده نمیتونین. ایجاد پلیس امر به معروف و نهی از منکر، که در نتیجه آزادی های مدنی مردم، آزادی های انفرادی مردم مقید میشه و مردم در کوچه و سرک مورد اذیت و آزار ای محتسبا قرار میگیرن. و این خلاصی از اقدامات بود که تابال طالبا اعلان کردن. این کامل نیست و این هم تکمیل هم نشده و انتظار از این میره که طالبا به ادامه از این به این سلسله ادامه بدن و مقررات شدیدتر و تازه‌تر را در آینده آورده کنه. یک خبرنگار از ذبیح‌الله مجاهد پرسان کرد که در کشورهای دیگه اسلامی مانند مالیزیا و اندونزیا، کشورهای بسیار متدین اسلامی هستند، مردم آزادی‌های بیشتری دارند، شما چرا با زنها حداقل در شرایطی که در حدودی که در مثلا مالیزیا و اندونزیا آزادی موجود است شما قائل نیست؟ او جواب داد که این کشورها مانند طالبان 40 سال جنگ نکردن برای ایجاد حکومت اسلامی. ما به خاطر از این 40 سال جنگ نکردیم که باز با مردم اجازه بدیم که چی دلشان میخواهند بکن. این از سخنهای خود ذبیح‌الله مجاهد. هرگاه به این شکل ادامه پیدا کنه به یقین افغانستان یک جهنم برای مردم میشه. شیوه حکومتداری طالبان چگونه است؟ تجربه 7 ماه حاکمیت طالبان این ثابت ساخت که طالبان یکی از افراط‌ترین گروه های اسلامگرا در منطقه و جهان است. و این واضح شد که طالبان از احکام اسلامی بر اساس برداشت‌های تحت لفظی و منجمد و متحجر استفاده میکنند. یعنی احکام شریعت هم بدون در نظر گرفتن شرایط تغییر یافته زمان بعد از 1400 سال در تطبیق میکنه. یعنی آنچه گفته شده، آنچه انجام شده 1400 سال، بدون از این که امروز آیا این شرایط وجود داره یا نداره، مطابقت داره با شرایطی که احکام در اون زمان به او امر شده یا نازل شده یا موجود گفته شده، یا بدون توجه به این مسائل به تطبیق این احکام تحت لفظی شریعت میپردازه. یعنی جنبی عقلانیت از تفسیر و تطبیق شریعت دور کرده و طالبان نشان دادن که به ارزش‌های جامعه شهری متمدن امروزی هیچ علاقه‌مندی ندارند. برای طالبان امو ارزش‌های جامعه دهاتی والا بوده و هیچ اثری از تمدن امروزی را قبول ندارند. در زمینه حکومتداری ما از طالبان تا حال هیچ اعلامی یا یک ختمش یا یک چارت تشکیلاتی ندیدیم تا بدانیم که حرم قدرت طالبان از لحاظ تشکیلاتی چگونه است. ما فقط قمی فهمیم که طالبان یک امیر المؤمنین دارن به نام مولوی هبت الله که نه کسی او را دیده و نه کسی از او شنیده، بلکه اعلامه های به نام زیر نام از اون نشر میشه. کسی هم نمیفهمه که آقا در کجا هست، در قندهار هست، در کابل هست، در کجا هست. در هیچ جایی با هیچ کسی ملاقات نکرده که او در رسانه ها منعکس شد. من نمیفهم آیا این یک شیوه
اسلامی است؟ آیا این یک حکم در اسلام است که باید امیر المومنین کسی نبینه؟ یا ایست که همچون شخصی موجود نیست اصلا؟ اعتقاد اکثر مردم افغانستان عالمی است که همچون شخصی اصلا وجود نداره. در خیر زو هیچ معنی نداره که شما در قرن 21 یک رهبر کشور خود را، امیر المومنین کشور خود را، رئیس جمهور کشور خود را شما نبینین، از اون نشنوین. همین معلوم نیست که آیا امیر المومنین به تنهایی قدرت اداره میکنه یا کدام شورای رهبری و همراه زو همکاری میکنه. هیچ چیز در این مورد گفته نشده. کدام شورای رهبری را طالبا معرفی نکردن به مردم. آنچه طالبا معرفی کردن یک شورای وزیرا است که اون به شکل سرپرست فعلا از توسط ریاست رئیس الوزراء به نام ملا حسن آخوند، یک شخص سالمند و کسی که به مشکل صحبت میکنه و بسیار کم صحبت میکنه، بسیار کم ظاهر میشه در مجالس و مظاهر و کمتر با مهمانهای خارجی صحبت میکنه و فقط در چند مورد خاص صحبت کرده و اعلامی نشر کرده و کافی. ملا حسن دو شخص دیگه به نام ملا عبدالغنی برادر که توافقنامه دوحه را با امریکا امضا کرد، ملا عبدالغنی برادر یکی از معاونین رئیس الوزراء و معاون دوم عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزراء می باشد. از افراد مهم دیگه که در کابینه سرپرست طالبان فعال هستند، وزیر خارجه یا سرپرست وزارت خارجه متقی است، امیر خان متقی است و گفته میشه که وزیر داخلی سرپرست طالبان یا سراج الدین افغانی در حقیقت قدرت اصلی به دست اوست در سلسله مراتب طالبان. چون فراموش نکنیم که شهر کابل به دست گروه افغانی افتاد، جنگجوهای گروه افغانی بودند که شهر کابل را اشغال کردند و همچنان ولایت شرقی افغانستان گروه افغانی اشغال. به می اساس بعد از احراز قدرت گروهی را که فکر می شد امریکایی ها فکر می کردن قدرت در افغانستان به دست می گیرند، یعنی کسایی که قرارداد توافقنامه دوحه با او امضا شده بود، از قدرت برافتادن و به درجات دوم و سوم قدرت تنزیل یافتن. ملا عبدالغنی برادر و اشخاص از او و اشخاص دیگه مثلا نقلا ملا عباس و غیره، عباس استانکزه یا اصلا از نامش گرفته نمیشه، رهبر کسی که در کنفرانس دوحه مذاکرات دوحه را با هیئت یعنی مذاکرات بین الافغانی را هدایت میکرد و اصلا نامش گرفته نمیشه. به ایسا ما میبینیم که طالبا طال یک ترکیبی از قدرت دولتی خود برای مردم افغانستان واضح نساختن، نه قانون را معرفی کردن، نه قانون مسوده قانون اساسی را معرفی کردن و نه یک سیستم تشکیلاتی خود معرفی کردن. این ابهام بعد از 7 ماه هنوز هم ادامه داره. قانون اساسی گذشته را قبول ندارن و در خلاف در غیاب قانون اساسی یک خلای قانونی به وجود آمده، چون تمام قانون دیگه افغانستان متکی به قانون اساسی می باشد. اما قدر گفتن که ما قانون اساسی 1343 زمان ظاهرشاه را تطبیق میکنیم، اما این خب معلوم است که به جز حرفی در عمل ای قابل تطبیق نیست. خب موضوعی که طالبا قانون اساسی رو معرفی نکردن یک موضوع اساسی است. بر اساس تفکر طالبانی و به قانون اساسی هیچ اعتقاد ندارن.
طالبا، فراموش نکنیم که در کنفرانس ماسکو رهبر طالبا اعلان کرد که ما حکومت خداوندی را اینجا اجرا میکنیم در افغانستان و هر که به وظیفه دارد این حکومت تا حمایت بکنه. و این واقعا از تمام معذلی مردم با طالبا، معذلی روشنفکرها با طالبا برای همین موضوع، چون طالبا موضوع حکومت و دولت هم موضوع خواست خداوندی می دانه. دولت از یک نگاه تقدس دینی نگاه می کنه و بر این اساس، بر اساس طرز دید طالبا، تنها روحانیون ملاها و مولوی ها هستند که می توانند قوانین الهی را خوبتر بفهمند و تطبیق کنند. بنابران تطبیق حکومت و حاکمیت دولت در زمین در بین مردم بر اساس معیشت خالق تعالی با اختیار روحانیون قرار داده شد. در این نوع طرز دید حق مردم در سهمگیری در دولت و حکومت اصلا مطرح نمیشه. بنابراین طالبا به این که ما میگیم شما مشروعیت تان از مردم بگیرین، لوی جرگره بخواهیم قانون اساسی رو در اونجا طرح کنین، مساعدهش رو طرح کنین تا مردم با او توافق کنن، این کاملا این طرز دید با او بیگانه است. شاید او هرگز هیچ قانون اساسی رو مطرح نکنه. برای او قرآن شریف خودش قانون اساسی است. حالا 7 ماه از موجودیت طالبان میشه، تا بال هیچ کشور در جهان طالبان را به رسمیت نشناخته. از یک طرف در داخل جامعه افغانستان مشروعیت ملی ندارند، چون مردم در ترکیب دولت، در شکل دولت، در ساختمان و در اهداف و برنامه دولت هیچ سهمی ندارند. نه قانون اساسی وجود داره که او اهداف دولت رو تعیین کنه، ختمش رو تعیین کنه، آیندهش مشخص بسازه، ترکیب قدرت مشخص بسازه، سهمگیری مردم در قدرت مشخص بسازه. و نه طالبا کدام شورای ملی ساختن که از او مردم تبارز اراده خود نشون میده. بنابراین طالبا از لحاظ مردم افغانستان مشروعیت ملی ندارن. اما به نظر طالبا این که جنگ بردن، به زور تفنگ آمدن، قدرت گرفتن و او فکر میکنن که ای خودش نشان میده که مردم افغانستان طالبا را حکومت جا قبول دارن. از لحاظ بین المللی، جامعه بین المللی برای ای کافی نیست، چون طالبات مطابق تعهداتی که در دوحه با آمریکا کرده بودن قرار بود با هیئت جانب دولت افغانستان یا گروه های دیگه که در این هیئت شامل بود بشینن و یک نقشه راه صلح را پیدا کنن، ترسیم کنن و در دولت آینده را خطوطش اساسیش با توافق با دیگر گروه ها تعیین کنن. این کار طالبا نکرد. طالبا هیچ علاقه مندی برای مذاکره صلح نشان ندادن و هیچ علاقه مندی برای ختم جنگ نشان ندادن و بالاخره طوری که دیدیم با جنگ قدرت گرفتن، چون میدونستن که طالبا که امریکایی از اینجا خارج میشه و قدرت وگذار میکنه به طالبا. جامعه جهانی برای از اینکه طالبا را به رسمیت بشناسه چند شرط گذاشته. شرط اولی است که ایجاد یک دولت همشمول، دور آیت حقوق اساسی مردم و به خصوص حقوق زنان، به خصوص حقوق تعلیم تربیه زنان و جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان بر ضد دیگر کشورها. موضوع دولت همشمول تعریف مشخص ندارد.
تاموس نماینده امریکا گفت که این تعریف ما میمانیم بر خود مردم افغانستان و دولت افغانستان و مردم افغانستان که تعریف به توافق برسه. برای طالبو شمولیت چند نفر از چند قوم مختلف در کابینه، افرادی که خودشون میخواهند هم فکرشان هستن، همی نمایندگی میکنه که دولتشان همه شمول است. برای مخالفین سیاسی دولت طالبا، کسایی که در دولت گذشته بودن، کسایی که از قدرت افتادن، ای کافی نیست و بازگشت خود در قدرت و شریک شدن خود در قدرت توقع دارن. حتی غربی ها هم توافق دارن با او و از طالبا و سر طالبا فشار میرن که دوباره چند چهره جادی سابقه در دولت خود شریک کنن. اما بر مردم افغانستان این امر قابل قبول نیست. مردم افغانستان مشروعیت ملی را از طریق انتخابات یا از طریق لویه جرگه یا از طریق یک ریفراندوم تقاضا دارن تا مردم در دولت آینده افغانستان سهیم باشن، نه به صورت میخانیکی چند نفر آوردن و شامل کردن به دولت طالبان. این رای حل نیست. دولت طالبا به این هفت ماه گذشته معلوم شد که مخالفین و موافقین و حامیان از این دولت کیا هستن. حامیان دولت طالبا را ما دیدیم که در این هفت ماه گذشته کیا بودن. افراد وابسته به خود طالبا هستن، کسایی که علاقمند انفاذ شریعت به صورت تحت لفظی هستن و از طالبا حمایت میکنن، کسانی که موجودیت قوای امریکایی در افغانستان به صورت اشغالگر یا قوای اشغالگر تعریف میکردن و حامی طالب هستن، پشتون هایی که از حزب سیاسی قوم پشتون در سالهای 1992-96 حاکمیت ربانی مسعود ناراضی بودن، و بالاخره کسانی که به دلیل متواری شدن گروه شر و فساد شورای نظار و همپیمانای ازوا و همفکرای ازوا از افغانستان از طالبا شکر گذار هستند یا حامی طالبان هستند، از دیگه همه چیز صرف نظر میکنند. و بالاخره فرصت طلبا، چاپلوسا، تعداد زیاد زیاد است. فرصت طلبا و چاپلوسا همه روزه در پشت تریبین های تلویزیون در جلسات مختلف مصاحبه ها به لفاظی ها میپردازن، به چاپلوسی ها از حکومت طالبان میپردازن که آدم شاخ میکشه. متعال چند بار در چند مصاحبه با این گونه اشخاص مقابل شده. خب مخالفین دولت طالبا یا حکومت طالبا کی هستن؟ در اینجا ما چند گروه را میتونیم معرفی کنیم. اولی که معامله‌گرا، کسایی که هستند که امور برای جهادی سابق است در حالی که فعلا مخالف خود از طالبانشان میتن، و اما این مردم حاضر هستند که با کوچکترین نیمه نگاه از طرف طالبا با یا معامله کنند به خاطر برگشت به امتیازات قبلی خود و دوباره احیای جایدادهای غیر منقول خود که در افغانستان بر جای گذاشته. دوم آزادی خواها است که این مردم شامل ملیگرای هاست، نشنالیست هاست، افراد لیبرال هاست، کمونیست های سابق هستند، سوسیال دموکرات هستند و اشخاصی هستند که افراد دیگه که به تأمین حقوق مدنی مردم، تأمین آزادی های مدنی مردم در جامعه عقیده دارند. این مردم حکومت از جایگاه دین نمی بینند، حکومت یک ضرورت، یک قرارداد اجتماعی بین مردم میدانن، حاصل یک قرارداد اجتماعی میدانن بر اساس قوانین، یک قانون اساسی و دولت مسئول در مقابل
مردم میدانند از طریق سازمان های مانند شورای ملی، پارلمان و غیره، و دولت میخوان به اساس قوانین مدنی اداره شود، نه قوانین مجرد شرعی که به 1400 سال قبل نافذ شده. گروه سوم مخالفین طالبان را گروه تجزیه طلبان تشکیل میده. این افراد کسایی هستند که برای خود در افغانستان هیچ آینده رو نمیبینند، یا آینده خود در افغانستان نمیبینند، برای زو همه چیز از دست رفته و در اشخاص هستند مانند گفتم تجزیه طلبان، فارسیست ها، فدرال طلبا، خراسان خواها، پشتون ستیز ها، افغانستان نفرت ها، پشتون نفرت ها و غیر افراد. این افراد دیگه هیچ علاقمندی بر افغانستان به عنوان یک کشور واحد و مستقل ندارند. این افراد تمام فعالیتشان در جهت تجزیه افغانستان متوجه. این افراد بخصوص در رویاها زندگی. هیچ کشوری چی در نزدیکی افغانستان همسایگی و چی در دور از افغانستان حاضر نخواهد بود با طالبا خود درگیر کنند، پای خود در یک منجلاب جنگ دیگه در افغانستان فرو کنند. آینده چی تو خود بود؟ سوالی است که آیا این بار پیروزی طالبا بازم پیروزی جهل است بر علم، بر ترقی، بر نهضت؟ و آیا این پیروزی موقتی است و یا دائم؟ افغانستان در 100 سال گذشته دایره شیطانی مبارزه علم و جهل بارها تکرار کرده و ما در یک مرحله تازی از این بازی هستیم که نیروهای ارتجایی کهونگرا پیروز شدن، بالای ترقی خواه، بالای نهضت ترقی خواهی پیروز شدن و نهضت ترقی خواهی را فعلا متوقف ساخته. آیا این دائمی خواهد بود؟ آیا این تهاجرگرایی طالبان، انحصار قدرت به دست یک گروه یا قشر مشخصی از جامعه که قشر ملاست و روحانی است، تداوم خواهد داشت؟ آیا میتوان مردم از سهمگیری در دولت برای همیش به دور نگه داشت؟ اگر ما معتقد به این پروسه باشیم، به این نتیجه باشیم، ما در حقیقت به تکامل انسان و تکامل جوامع هیچ اعتقاد نداریم. ما وظیفه داریم که همچون فکری نکنیم. یک روشن فکر هرگز نباید چنین فکر کنه. ما معتقد هستیم که جامعه ما جامعه است که در حال طغیان، بالاخره علم دوباره بر جهل پیروز میشه. و این چرا پیروز میشه؟ برای اینکه هرگاه طالبان برداشتهای غیر علمی و ناقص و متحجر خود از شریعت به این شکل ادامه بتن، هرگاه طالبان پروسه تجرید زنای از جامعه را ادامه بتن، اگر طالبا زنا را غلام مردا بسازن زیر عنوان محرم، هرگاه طالبا از محروم ساخت محروم کردن زنا و دخترا از تعلیم تربیه همچون ادامه بتن، هرگاه طالبا مشروعیت حکومتداری خود از مردم نگیرن، هرگاه طالبا اداری ملکی و اداری دولت افغانستان همچنان در بست اختیار ملاها و چلیها و ملایا قرار بدن و دیگه اقشار جامعه را محروم بسازن از همگیری به دولت، و هرگاه طالبا
مردم از همگیری در دولت به صورت دائمی محروم بسازن، بالاخره این حکومت طالبا سقوط میکنه. عمر از این کوتاه خود چون این نوع سیاست ها را مردم هرگز قبول نخواهد کرد. به این ساس حاکمیت طالبا کوتاه خود مگر ای که عقل سلیم غالب شود و طالبا به حد اقل نیازمندی های عصر حاضر توجه کنند و سیستم حکومتداری خود مطابق به نیازمندی های جامعه امروز عیار بسازد. در این صورت ما میتونیم امید داشته باشیم که در این کشور صلح دائمی برقرار میشه. ما فعلا در افغانستان با آمدن طالبا جنگ ختم شده، اما بین طالبا و مردم افغانستان کام قرارداد صلح امضا نشده. قرارداد صلح بین مردم افغانستان و طالبا وقت امضا میشه که یک توافق، یک قرارداد ملی در اونجا صورت بگیره، یک قانون اساسی را مردم و طالبا بشینن و این را فیصله کنن تا مردم بفهمه که حکومت را که بالای زوا حکومت میکنه یا کسای حکومت میکنه از چی قسم به قدرت میرسن، چی گونه حکومت میکنن و از کدام نهادهای مردمی در این دولت سهیم است و از کارهای از اون نظارت میکنه. تا همچو یک تعهد صورت نگیره صلح دائمی در افغانستان برقرار نمیشه. ما جنگ نخواد داشتیم فعلا، ولی در آینده اگر ادامه پیدا کنه حتی امکان بروز جنگ های تازه موجود است. بنابراین برای رسیدن به صلح دائمی یک توافق صلح‌آمیز بین مردم و دولت طالبا شرط ضروری است. ایجاد یک لایحه قانون اساسی، صحبت برای قانون اساسی در لایحه جرگه و تصویب از این توسط مردم در لایحه جرگه شرط اساسی رسیدن به یک صلح دائمی بین در افغانستان بین مردم و دولت طالبان است. من صحبت های خودم اینجا ختم میکنم. تشکر از توجه تمام دوستا و هموطنان عزیز. اگر سوالی داشته باشین لطفا نوشته کنین تا بعدا در برنامه بعدی ما به جوابی بپردازیم. از امروز تا هفته بعد شما میتونین در صفحه فیسبوک این سوالا را به صورت کامل داخل کرده بریم. تشکر از توجه شما. شب و روز شما خوش. سخن هفته.